درود بر بینندگان تلویزیون ای2 در سراسر جهان. من پرویز نیمی هستم، متقابلا روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر در خدمت شما هستم. امروز این افتخار را دارم که شاعر بزرگ کشورمون آقای مانی، آقای میرزا آقا عسکری مانی که من سالهای سال اسمشون شنیده بودم و آرزوی دیدارشون داشتم، حالا این شانس رو پیدا کردم که در خدمتشون باشم و از ایشون اومدن در استودیو پهلومن افتخار دادن به اینجا و من میخوام بعد چند کلمه ای که بگم از ایشون خواهش کنم که در بحث شرکت کنم و شعر بخونم. ایشون جناب مانی سالهای سال شعر گفتن، داستان نوشتن، قصه کودکان نوشتن، قصه بزرگان نوشتن، فکر میکنم که 64 تا کتاب چاپ کردن. چند کتابشون به زبانهای مختلف از جمله به زبان نروژی و دانمارکی چاپ شده و یا در زیر چاپه و همینطور به زبان آلمانی و خب من که این شانس رو ندارم کتابایشون رو بخونم، هنوز و همچون فرصتی نشده و من از یه زمانی عاشق ایشون شدم که یک شعری گفتن که میدونید که ایشون سوابقشون یه مقدار چپی بود، بعد خب یک گاردی بود دیگه، بعدم یه شعر گفتن که از چاله در آمدیم به چا افتادیم. یعنی زمان شاه اگر یه مشکلاتی بود، ما اون مشکلات کوچولو بود، مثل این که توی چاله بودیم و یه دفعه خودمون در آوردیم انداختیم توی چاهی که به نظر من خودکشی کردیم، خودزنی کردیم که این اتفاق افتاد. به هر حال یکی دو روز من خدمتشون آشنا شدم، ولی در این یکی دو روز احساس میکنم که سالهاست هم دیگر رو میشناسیم. جناب مانی خیلی خوش آمدید به برنامه. سپاسگزارم از شما جناب پرویز نیمایی و همچنین از مسئولین تلویزیون ای2 و از همینجا درود میگویم بر همه بینندگان و در آینده شنوندگان این برنامه. خب جناب مانی، من این معرفی کردم، اگه اشکالی داشت بگید درستش کنم. شما محبت کردید، لطف کردید، مایه گذاشتید، دست شما اختیار میدید. من اون چی که باید میگفتم نتونستم بگم. بله، خب سعی کردم. حالا در آغاز گفتگومون هستیم، در جریان برنامه بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم. نکته‌ای که شاید لازم باشه شنوندگان و بینندگان شما هم بدونن این هست که من 4 سال پیش یک رادیوی اینترنتی راه انداختم به نام radiomani.com که برنامه‌های متنوع سیاسی، فرهنگی، ادبی، فلسفی، تاریخی و هنری داره و فقط البته از طریق اینترنت شنیده میشه، با موبایل و آیپاد هم شنیده میشه، گرفته میشه و یک وبسایت هم داره که اونجا پادکستش هست. تازه‌ترین برنامه‌های رادیو اونجا قرار میگیره. خوشبختانه این رادیو داره جای وسیع باز میکنه در بین اهل اندیشه، اهل فلسفه، هنر، تاریخ و همه اونهایی که میخواهند آینده سرشار از آگاهی داشته باشیم و این آگاهی پشتوانه تغییرات بنیادین اجتماعی در ایران ما بشه. این هم به حال نکته است که حالا اگر لازم شد. بله، در واقع جنگ شمشیر و گرز نیست دیگه، جنگ آگاهی و دانش و اندیشه است و متاسفانه من همونطور که قبلا خدمت گفتم، به نظر من ما مردم ایران یه مقدار در شناخت رفتارهای اجتماعی یه مقدار دوچار مشکل هستیم و این مشکل باید با آگاهی که
کوشش میکنن عزیزانی مثل شما در اختیار مردم بذارن رفع بشه. و خب رادیو شما رو من که همطورین تستی شما نشون دادی، من یه تیکاجو گوش کردم و همطور که خودتون گفتید و منم دیدم، یک رادیویست در واقع حرفه‌ای و بسیار همه چیزش روی حساب شده و روی قاعده، اگرم کسی بخواد بره بگم که هستش که میرن www.radiomani.com. بله درست گفتم. بله بله رادیو مانی، مانی هم که MANI رادیو مانی، پس www.radiomani.com. البته خدمت شما بگم جناب مانی که از ساعت البته از تقریبا از 1-20 دقیقه دیگه این برنامه رو دوست عزیزمون آقای ناصر توکلی و همینطور آقای پارسا صوبی از اون رادیو و اون تلویزیون پخش میکنن که فکر نمیکنم اونا الان روی این برنامه باشن، ولی خب سر ساعت که شد اونا رو باز میگیم تکرار میکنیم. خب شما از هوستون من خوش آمدید. خب چه عجب شد شما آمدید هوستون از آلمان هوستون. بله زنده باشید. خیلی خوشحالم این دومین یا سومین سفر من به هوستون هست. طی 25 سال گذشته دو سفر پیشینم خیلی فاصله داشتن با این سفر از نظر زمانی و اینجا من شب شعر و سخنرانی داشتم اگر اشتباه نکنم در هتل هیلتون بود و اون موقع هنوز نه اینترنت بود نه ایمیل بود و نه رادیو تلویزیون های ساتلایتی بود و هر یک از ما که به همگی میرسیدیم میپرسیدیم که از ایران چه خبر ده. و این در واقع به جای دور گفتن یا هر چیز دیگری یا بپرسیم حال شما چطوره بلافاصله نخست واقعا همینطوری بود، میپرسیدیم که از ایران چه خبر. خب در اون موقع جلسات سخنرانی و شعرخوانی با استقبال خیلی خیلی بیشتری روبرو میشد چون مردم دسترسی به شاعران و نویسندگان نداشتن، برنامه نداشتن که بخوان بله. پر کنن از نظر فرهنگی فضای خودشون رو با فرهنگ ایران، با ادبیات ایران، با سخن ایرانی. و الان خوشبختانه دیگه ما هر کس رو بخوایم پیدا کنیم اگر در اینترنت نقش و پایی داشته باشه به راحتی میتونیم پیداش کنیم. و این بار من در واقع سفر فرهنگی ندارم، اومدم برای دیدن یکی از دوستان بسیار ارجمندم جناب دکتر سعید احمدی و برخی دیگر دوستانی همچون شما که از راه دور شما رو میشناختم. گفتم که فرصتی است که دو هفته در خدمت شما دوستان باشیم، در این شهر باشیم و اصلا قرار نبود من در این سفر به هیچ وجه جلوی میکروفون یا جلوی دوربینی قرار بگیرم. اما دوستم آقای سیاوش لشکری بود شما زنگ زد هرگوی ما رو توی رو درواسی گذاشت و من چون ایشون رو خیلی دوست دارم و شما رو و تلویزیون ایتون هم که سالهاست میشناسم در راه روشنگری واقعا دارن کار میکنن زحمت میکشن پذیرفتم و به هر حال الان در خدمت دوستان هست. بله ما دیشب در یه جایی بودیم که در خدمت آقای مانی و چند تا دوستان مشغول شام بودیم، یه دفعه تلفن زنگ زد آقای سیاوش لشکری گفت فردا آقای مانی در برنامه پرویز مینویی امیدواریم که ببینیمشون دیگه، ما مردم تو هر دو ایشون دوست داریم، قرار باشیم که این به اصطلاح خواسته ایشون رو اجابت کنیم و این اجابت حاصلش اینه که آقای مانی اینجا افتخار دادن با ما نشستن. بله ما بله البته شو یک نقشه هم داشتم و اشتباه کردن که شما وقتی براتون کلید میزنید اصلا خودتون نباشید، من باشم. بله و بینندگان تعجب کنن شگفت زده بشن که نکنه برنامه های رادیو تلویزیون مانی با برنامه های تلویزیون ایتو قاطی شده. آره آره ایشون میگم یه کاری کنید که مردم فکر کنن قاطی شده رادیو مانی با تلویزیون ایتو برنامه هاش قاطی شده و در نتیجه ما داریم تلویزیون ایتو رو میگیریم ولی مثلا مدیر رادیو مانی اون جلو نشسته، ولی خب دیگه نشد دیگه. البته برای من براسید مایه شادمانی است که در برابر دوربین تلویزیون ایتون نشستم، این رو صمیمانه میگم چون ما هیچ به دوبستانی با هم دیگه نداریم، بنابراین نیازی به تعارف نداریم. از این زاویه میگم که شماری از ایران دوستان، میهن دوستان روشنگر، روشناندیش و روشنفکر در این تلویزیون سال هاست
کار کردن و کار میکنن با امکانات کمی که همه ما داریم به عنوان رسانه های نچندان بزرگ، اما با اهداف و نیات ایرانی و بزرگ. بله. و این دوستانی که به هر حال در این رسانه و در رسانه های همسو کار کردن در این سالیان دراز، تأثیر بسیار خوشایند و مثبتی داشتن بر مردم ایران، برای دور شدن اونها از خرافه، از حکومت دینی و از خیلی مسائل دیگه. یعنی این نقشی که روشن‌اندیشان ما در بیرون از میهن ایفا کردند با همین ابزار اندک و هزینه‌های متعدد و فراوان، به راستی ثمر داده و در آینده ثمر بیشتری خواهد داد، به گونه‌ای که من بارها میشنوم از همیهنانمون که روشنگری کافی است، چه باید کرد و باید وارد عمل شد، که من بهشون میگم روشنگری رودخانه است که انتها نداره و تا به دریایی که باید برسه شاید قرنها طول بکشه، چون قرنها در میهن ما آموزش غلط داده شده، آموزش های دینی نابسامان داده شده، خرافه تزریق شده به رگ و پی این جامعه و نسل ها طول میکشه تا همه مردم در اکثریت خودشون دست کم از خرافه به دور بمانند و ضمن این که میتوانند عقاید باطنی دینی یا هر چیزی که دارن برای خودشون حفظ کنند، اما به عنوان انسان شهروند و متمدن و سکولار در صحنه جامعه کار بکنن، یک شهروند باشن به جای یک متدین، یک انسان امروزی باشن به جای یک انسان مقلد. و بنابراین کاری که شما میکنید که در ادامه روشنگری هست در این تلویزیون، در رادیوهای دیگه، در تیوی های دیگه، نه تنها تا بکنین ثمر خوشایندی داده که قابل لمس هست، قابل دیدن هست و میشه براسی روش حساب کرد، بلکه در آینده هم این ثمرات بیشتری برای ما خواهد داشت. بله، من همینطور که من خدمت بینندگان عزیز تلویزیون این تو بگم که این برنامه که در خدمت آقای مانی، شاعر بزرگی میهنمون هستیم، سبک و سوا رواقش اینطوریست که تلفن باز نمیشه، یعنی کسی نمیری به خط نمیاد، چون ایشون برنامهاشون یه جوریست که فرق میکنه دیگه، ایشون همه برنامهاشون ضبط شده است، ادیت شده است، موزیک روش گذاشتن، کارهایی کردن، میذارن، حالا این دفعه اومدن خودمونی پلو ما نشستن، افتخار بودن. همونطور که آقای مانی فرمودن و خب آقای امیدوارم در جریان هستن و میدونن و منم بارها میگم، ببینید این ما نمیتونیم بگیم که اگر من امروز از اسلام جدا شدم یا از خرافات جدا شدم این یه چیزی که دیگه رها شدم. یه چیزی تو ذهن ما نشسته که اون چیزی که تو ذهن ما نشسته، نمیدونم ما که جسارت نباشه، منو مریض کرده. ببینید من براتون مثال بزنم، فرض کنید من 2 یا 3 سالم با مادرم رفتیم، من یادم هنوز بغل مادرم میشستم، با مادرم رفتیم توی مسجد، بعد من که نمیدونستم، گویا اون شب شام غریبان بوده، بعد رفتیم تو مسجد، برقا رو خاموش کردن، شروع کردن گریه کردن، من نه مادرم میبینم نه جایی رو نمیبینم، هیچی، تو تاریکی میبینم مادرم گریه میکنه، همه هم گریه میکنن، منم از همه اونا شدیدتر گریه میکنم، فریاد میکشم. خب این تو ذهن من میمونه، تو ذهن همه اینایی که دیدن میمونه، اون غم زنی هایی که دیدیم، اون شم سینه زنی، زنجی زنی، این همه چیزای عجیب غریبی که به ذهن ما وارد کردن، ما برای که اینها رو از ذهن پاک کنیم، برای که خود خونه تکونی کنیم، اینا بریزیم بیرون، همچین وقت یه کلمه ای نیست من راحت شدم دیگه از این بابت. این به نظر من باعث شده که ما در برداشت اجتماعی دچار مشکل بشیم. خب ما یک اشتباه بزرگی ما ملت ایران کردیم که شاه اگه میخواستیم اشکال داشت، اگه میخواستیم عوضش کنیم، باید میرفتیم دنبال یه چیزی بهتر، نه اینکه بریم یک آخوندی رو بیاریم گول بزنه همه ما رو، بگنه 7 زبان میدونه، نه تنها گول بزنه ما رو، بلکه همه نویسندگان فرانسه، نمیدونم ژان پل سارتر، نمیدونم دیگران، رو بگن این قدیس، این ما گاندی، این نمیدونم اینجوریه، برحال ما بیشتر از همه گول خوردیم و اینطوری راحت کشورمون رو دادیم به دست این آخوندهایی که کشور رو مال خودشون میدونن، یعنی اینا
اموال ایران رو مال اموال ایران نمیدونن. این اموال ایران رو مثل قارتی که مثلا یه جای رفتن قارت کردن یه غنیمت جنگی گرفتن، اینا ایران رو غنیمت جنگی میدونن و ما رو مثلا به شکل اسیر و برده نگاه میکنن. هر بلایی بخوان سر ملت ایران میارن، هر کی رو بخوان با آسودترین کوچکترین خطایی میگیرن، تسخیر میکنن، شکنجه میکنن. اتفاقا با هم صحبت میکنیم اون آقای همین ستار بهشتی که مثلا یک جوان کارگر وبلاگ نویس بود که مثلا بعد دو سه روز جنازهش تحویل دادن. اینا آدمای برحال من به عنوان خودم میگم من اشتباه کردم اینا رو اجازه دادم بیان رو کار. نمیدونم آقای بانی نظرشون چیه. نخست گفتید که یک بار با مادرتون در شام غریبان بودید و نمیدونستید شام غریبانه. من میگم که شما هنوز هم در شام غریبان هستید، به این معنا که من غریبم در شهر شما و هر شب شام میهمان شما دوستان هستم، بنابراین شام غریبان هم چه ادامه داره. ادامه داره. ولی کجا اون شام غریبان و کجا این شام غریبان؟ از کنم خدمت شما، شما غریب نیست، شما تابخونه بانو خیلیش میبرم. جناب مینویی اشاره به مطالب درستی داشتی. ببینید جامعه ایران یک دشواری بزرگی داره، دشواری نیندیشیدن است، به این معنی که یک جامعه مقلد است و پیرو. در طول چندین و چند قرن گذشته اصلا مهم نیست که چه نوع نظامی، خب بیشتر نظام پادشاهی یا سلطنتی روی کار بوده، در موازات با این در واقع روحانیت نقش وسیعی داشته، نقش بزرگی بازی میکرده. اینطوری نبوده که حکومت به ناگهان افتاده باشه دست روحانیت و ستمش رو نشون بده. این روحانیت پشت پادشاه قاجار بودن، پشت پادشاه صفوی بودن و ایده میدادن، فتوا میدادن و توده های وسیعی که میگفتن، هر یک میگفتن من مقلد این آیت الله هستم، گروه دیگری میگفتن ما مقلد اونی که آیت الله هستیم. مقلد این کسی که تقلید میکنه، کسی که نمی اندیشد. بله. کسی که بله. باید یک... با همین یک لطمه اجتماعی بله. بله. یک مرگر بیاد بهش بگی که مثلا این آب کار است یا نه، شما لازم هست سفر بروید یا نه، شما میتوانید این کار رو بکنید یا نه. و شما اگر دقت کنید بیرون از سیستم حکومتی، ما حتی شناسنامه هم نداشتیم. از دوره رضا شاه برای ما شناسنامه صادر شد و ما تا یه اندازه شهروند شدیم، در حالی که دولت و حکومت در قاجاریه در صفویه مردم خودشون رو نمیشناختن، اصلا نمیدونستن چند میلیون جمعیت در ایران هست. اما آخوندها از همون بدر تولد، در شب تولد، روز تولد می آمدن در گوش نوزاد نامگذاری میکردند، آیات قرآنی میخوندن، درست یا غلط چه نمیدونم، اذان میگفتن. بله. بعد برای ختنه صورتش باز حضور داشتن، برای عقد و عروسیش حضور داشتن، برای طلاقش حضور داشتن، برای دفن و کفنش هم حضور داشتن و برای معاملات ملکی یا هر معامله دیگری، برای سفر به حج و کربلا و هر جای دیگری، این آخوند بود که تصمیم میگرفت. یعنی توده ها رو در واقع آخوندها اداره میکردن. بله. و آخوندها از اونجایی که خود به اصطلاح کارخونه های تولید و خرافه هستن، ملت ما رو در طی این 14 قرن گذشته مردم خرافاتی به بار آوردن. ما قبل از اون هم دارای خرافه بودیم، ولی این خرافه زمانش آهسته آهسته داشت میگذشت تا مردم ما به عقلانیت، به خرد نزدیکتر بشوند. اما حکومت اسلامی با حضور سیستم آخوندی و روحانیت در جامعه ایران باعث شد که این ماندگارتر بشه، عمیقتر بشه و مردم ایران سطحی تر بشن و رسید به جایی که تازه جامعه ایران داشت در بعضی جهات شکفته می شد، در عرصه بین المللی اعتباری برای خودش می گرفت. در دوران رژیم پهلوی دانشگاه باز شده بود، مدارس باز شده بود، سینما بود، رادیو تلویزیون بود، مردم دیگه سفرهای غیر مذهبی میکردن، کنار دریا میرفتن، به کشورهای دیگه میرفتن، کارگرها در سود کارخانه ها شریک شده بودن، کشاورزها
در همون تقسیم اراضی، من چون با روستاییان سر و کار داشتم میدیدم به راستی تقسیم اراضی شده و راضی هستن، گرچه خب آخوندان میگفتن اینا همش دروغه. همه اینا باعث شد که ما این شکوفایی رو نمیتونستیم درک کنیم، چون مشکل نیندیشیدن داشتیم، مشکل تقلید داشتیم و اونهایی که ما پیروشون بودیم و مقلدشون بودیم، البته ما که میگم من و شما و خیلی دیگه بله، نبودیم. بله. توده های وسیع عوام الناس رو دارم میگم، اینها با تحریک آخوندها اون سیستمی رو که فکر میکردن این دیگه سیستم ظلم و ستم و آخر زمانیست، برای اینکه خانواده دیگه حجاب ندارن، بعد مردم میتونن حتی بدون حضور آخوند برخی از مناسک اجتماعی خودشون رو به عمل بیارن، این توده تحریک شد توسط اون سیستم آخوندی و اون سیستم آخوندی متکی بر این خرافه گرایی و واپسماندگی ذهنی توانست قدرت رو به دست بگیره. و شما آقای مولی همش رو تقصیر خودتون نندازید، بگید ما اشتباه کردیم. درسته ما کوتاه آمدیم، ما کم می اندیشیدیم، امثال همه رو من بله، اما مسئله یکم فراتر از این بود. مسئله سر این بود که ما دنبال دموکراسی بیشتر بودیم، دنبال آزادی احزاب برای احزاب سیاسی بودیم و اصلا یک چیز فراتر و بهتری میخواستیم حتی در درون اون حکومت. اصلا شعار مرگ بر شاه نداشتیم، ما شعار سرنگونی نداشتیم. در جریان حرکت و با توجه به توطئه‌های بین‌المللی که شد و ما می‌دیدیم مثلا رادیو بی بی سی چگونه سازماندهی می‌کنه، هماهنگ هست با خمینی و دیگران، اینها ما رو به بازی گرفتن. وقتی که انقلاب پیروز شد همه اون دیگر اندیش‌ها، سکولارها، قشر میانی جامعه که می‌توانستن جامعه رو باز هم به جلوتر ببرن سرکوب شدن. سازمان‌های حالا جوان کم تجربه و بعضی مواقع حتی فناتیک مثل چریکا یا مجاهدین، اینها هم به شدت آخوندها عقب مانده نبودند، اونها هم یک جامعه بهتری میخواستند. اما توده عوام الناس تعدادشون زیاد بود، توطئه خارجی پشت خمینی بود. همون موقع سرهنگ قذافی فقط یک چک 50 میلیون دلاری برای خمینی فرستاد که بتونه هزینه تبلیغاتش بکنه. همه اینها باعث شد که ما به هر حال یک تاریخ رو به گونه‌ای ورق زدیم که به سوی واپس بود، به جای جلو. و اینو من نمیخوام همیشه مردم رو محکوم بکنم یا روشن فکران یا روشن اندیشا رو محکوم بکنم، ما هم سهم داشتیم، همه سهم داشتن، هیچ کس در اون مقطع درست و کامل درست اقدام نکرد، هر یک از ما اشتباه داشتیم. اما فراموش نکنیم که ما به راستی بعضی وقتا ابزار بازی‌های سیاسی بودیم در خیابان‌ها و نمی‌دونستیم چی داره می‌گذره. بله، ببینید جناب مانی، ما یه جوری بود که نمی‌اندیشیدیم. همه مشکل این نمی‌اندیشیدیم. مثلا فرض کنید که من خودم مثال می‌زنم، ما از زمان دانشجویی فکر می‌کردیم که مصدق خدا بوده و بعد طرفدار مصدق بودیم، پس بنابراین فکر می‌کردیم که شاه مصدق رو برکنار کرده، پس بنابراین ما با شاه باید بد باشیم. سالها اصلا هر کس چپی نبود عمر بود، باید همه چپی نبودن تا اینکه مثلا بگیم اینا روشن فکرن. من تو خانواده میبینم همه جوونا همه در همین راه گام برمیداشتن. ولی من خودم هم خب مثلا فکر میکردم که همونطوری گفتم، فکر میکردم مصدق خداست، در حالی که بعدا متوجه شدم خب مصدق هم اشتباه داشته، اشتباهات مصدق در پایان کار بیشتر از اشتباهات شاه بوده. من رفتم از طرف یه شرکتی رفتم گمرکات بنادر جنوب و مثلا موشهر و بندر عباس و اینجا، یه مقدار رفتم دیدم چه تحولاتی داره میشه. یعنی اون 3-4 سال آخر، 2-3 سال آخر من شده بودم طرفدار شاه. توی خانواده وقتی تو مجلس جمع میشدیم میگفتن که مثلا پرویز امول ترسوه، در حالی که من چه ترسی داشتم. مثلا فرض کنیم که حالا مخالف هم اگه همون مخالف هم میکردم میامدن میگرفتن میکشن شون، ولی من اندیشیدم، فکر کردم. مثلا به عنوان مثال من رفتم به عنوان نمایندی که از طرف یک شرکت رفتم، دیدم کشتی که میخواد بار
بزنه و یا بار خالی کنه مثلا 80 روز تو آب میمونه تا نوبتش بشه. نوبتش که میشه میاد 24 ساعت بهش وقت میدن، توی 24 ساعت نمیتونه اون باری که باید بزنه ببره. حالا مثلا من حالا شما ترجمه میکنید باری که میزده چی بوده، من طرف یه شرکتی میرفتم ریشه شیرین بیان نمیدونم بدونید چیه، اینو میبردن صادر میکردن، جمع میکردن، تاجرایی بودن اینو جمع میکردن، یه دفعه کشتی میامد میبردن خالی میکرد، کامیونا راه میفتن میرفتن. بعد اینجا سیلت رو شما تسکیل بدید، دو نکته رو خدمت شما بگم. یکی از بزرگان سیاسی فلسفی اروپا یک جمله خیلی جالبی داره، شما اشاره کردید به چپ و مسائل از قبیل، میگه که هر انسانی در دوره جوانی اگر چپ نباشه ابله، اما اگر در دوران پیری هم چپ بماند ابله‌تر است. این یک پروسه‌ای بود در اون زمان که تمام جهان اینطوری بود. و تازه یک نکته خیلی ظریفی هست که شنوندگان بهتر از من این قضیه رو میدونن، و بینندگان، من چون همیشه روبروی میکروفون رادیو مانی هستم میگم شنوندگان، و اون این که کمونیست بودن با چپ بودن فرق میکنه. کمونیست کسی است که پیرو یک ایدئولوژی است، ایدئولوژی مثل ایدئولوژی اسلامی، اینا مسلمانن، اونا هم یک ایدئولوژی دارن، کمونیستن. اینها محمد رو دارن، فرض کنیم اونها مارکس رو دارن، اینها حضرت علی رو دارن، اونها بگید مثلا لنین رو دارن، خب اینها حضرت عباس رو دارن، اونها استالین رو دارن، اینها امامزاده خودشون رو دارن، اونها هم همینطور. و هر ایدئولوژی میخواد الهی باشه یا آفریده بشر، یک جهانبینی بسته و نفوذ ناپذیره که فقط از درون رهبران جزئیاتش رو تعیین میکنن، و هر گونه خللی در اون شما بخواید وارد کنید، مثل این میمونه که بخواید در دین اسلام به آیاتش اعتراض کنید، نمیشه. و اون ایدئولوژی میخواد جهان رو بر اساس الگوهای خودش بازسازی کنه و منافع خودش رو، منافع اون سیستم رو پیش ببره. این همین جمهوری اسلامی که میخواد انقلابش رو به جهان صادر کنه، خب اونها هم انترناسیونالیسم پرولتری داشتن، میگفتن ما جهان وطن هستیم و الاخر. اما چپ بودن به معنای این هست که شما در یک جامعه‌ای که زندگی میکنید اگر طرفدار آزادی باشی، طرفدار عدالت باشی، طرفدار حقوق بشر باشی، طرفدار طبقات محروم باشی، طبقات محروم و طرفدار حقوق زنان باشی، شما در چپ این جامعه نشستید. حتی در مجالس یا پارلمان های اروپایی هم معترضین چون در سمت چپ پارلمان و مجلس می نشستن بهشون میگفتن چپی، بله، و اون سرمایه دارای کلان و فئودال ها و طرفداران نظام دست راست می نشستن بهشون میگفتن دست راستی. این واجب فرق میکنه با جنبه ایدئولوژیکش. الان در همین مبارزات مقدماتی آمریکا ما میبینیم در برابر ترامپ آقای سندرز هست، هر دو از یک حزبن، ولی آقای سندرز در چپ جامعه معنا پیدا میکنه، چپ نیست، کمونیست نیست، ولی در چپ جامعه است. اگه اسمش رو مطالعات مارکس رو و تروتسکی و لنین رو دقیقاً در دانشگاه خونده، بله، و من به لحاظ آنچه که بیان میکنه میگه آقا من اگر قدرت رو بگیرم بشم رئیس جمهور، این کارها رو برای بدنی جامعه انجام میدم. این چپ، بله، از اون رقیب خانم کلینتون حزب دموکرات، بله، این یه چپ غیر ایدئولوژیکه. ما در جامعه ایران چپ غیر ایدئولوژیک داشتیم، هنوز هم داریم، در آینده هم خواهیم داشت، و یک نیروی خیلی خیلی جدی هستن. و ما ای بسا خود شما بنده و خیلی حتما من از اون مفهومی که شما نگاه کردیم منم چپیه، برای که منم طرفدار طبقات محروم، هم طرفدار اینی که حقوق برابر بین زن و مرد باشه، آزادی باشه، اینا. بعد دیگه خب شما آقای مینی دارمان در این تلویزیون برنامه دارید هفته یکی دو بار، من اونجا دسترسی ندارم. پیشتر از این
تلویزیون ای تو توی ساتلایت بود. بله. و قرار از اول فروردین سال 2395 برای دور ساتلایت. بله. اون زمان که توی ساتلایت بود من دنبال میکردم، بعد دیدم محو شد. یکی دو بار هم این رسیورم رو تازه کردم، بروز کردم، دیدم نیومد. بنابراین سال هاست دیگه، چندین ساله که نتونستم دنبال کنم. خودم هم که گرفتار رادیو مالی و ده ها کار دیگه هستم. حالا من میخوام از شما بپرسم که شما نیت و هدفتون از حضور در برابر این دوربین تلویزیون چی هست اصلا؟ من هدفم واقعا نجات ایرانه و خب طبیعی است یه بخشش برمیگرده به اینکه با خرافات مبارزه بشه، یه قسم بخشش برمیگرده که آگاهی سیاسی خودم و دیگران بیشتر بشه. من همیشه به بیننده ها میگم من میرم مطالعه میکنم چیزی که به نظرم جالبه، میام با شما قسمت میکنم. یعنی شما ممکنه اونو قبلا خوندی، به بینندگان میگم میگم اون چیزی که من برای شما میارم شما ممکنه خودتون میدونید، حالا یه مروری میشه. اگرم نمیدونید که من میگم همه کی به تکرارش، من همیشه شعارم اینه، میگم هر چرا که دیدی خوب ندیدی، دقت کن تا بهتر ببینی. این یک معلمی داشت اینو میگفت، واقعیت همینه. آدم هر چیزی که حتی میخونه به دقت نخونده، دوباره که میخونه میبینه یه چیز دیگه ای رو دیده. مثلا من فرض کنی که الان آقا نانی رو بهتر از یه ساعت قبل میشناسم. عرض کنم که براستی جلوی دوربین نشستن و برنامه لایف اجرا کردن هم ریسک بالایی داره و هم آمادگی فراوانی میخواد و تازه نوع سخن باید بگونه باشه که بیننده خسته نشه، باید متنوع باشه. از خرافه گفتی که در این تلویزیون علی خرافه مبارزه میکنید، من به شما آفرین میگم، به شما آفرین میگم. اون کاری تعطیل ناپذیر استاد ما در این زمینه آقای امید امیدوار. بله آقایت به نظراتیشون آشنا هست و سریع همین تلویزیون. شما از من خواستی که وقتی در خدمت شما هستم در این برنامه ای که دو تا شعر بخونم. بله. میخوام ببینم آقای سیاوش لشکری رسید به برنامه یا نرسید. بله. و الان یکی از این شعرها رو با اجازه شما بله. من یه چیزی بین صحبت تو بگم بعد میدم بین شعر نشعرتون گرنی شروع نشده. ببینید به نظر من یه برنامه رادیو یا برنامه تلویزیون باید در درجه اول سرگرم کننده باشه، بعد در ضمن سرگرمی آموزنده باشه. چون اگه فقط بذارید رو آموزندگی بیننده یا شنونده خسته میشه ولی میکنه میره. برای در مدارس هم در دبستان ها در دانشگاه هم بعد از یک ساعتی که تدریس میدن تدریس میکنن یه استراحتی میدن، یک تفریح هست و در یک برنامه تلویزیونی زنگ تفریحش میتونه تعریف یک خاطره باشه بره. یا یه گفتن یک طنز باشه یا خواندن یک شعر باشه. بله. حالا من یه بار دیگه به بینندگان تلویزیون ایتیو درود میفرستم. جناب مانی، آقای لیز، آقای عسکری ملقب به مانی، مدیر رادیو مانی که 4 ساله در آلمان شروع به کار کرده و فعالیتش رو حرفه‌ای دنبال میکنه، در خدمتشون هستم و ایشون یه نیم ساعتی برنامه رو با هم اداره میکنیم و الان وقت برنامه منه. من فقط بگم جناب مانی که از این لحظه آقای ناصر توکلی از طریق رادیو ایران، رادیو ایران هوستون تگزاس این برنامه رو زنده پخش میکنن و همزمان آقای پارسا سوربی از طریق مردم تیوی هم این برنامه رو زنده پخش میکنن و یه بار دیگه میگم که خیلی خوش اومدید، افتخار دارید و منتظر شعرهای شما هست. سپاسگزارم از شما و به بینندگان و شنوندگان تازه تری که به ما پیوستن درود میگم. ما اندکی با هم دیگه گپ زدیم به همون راحتی که ممکنه دوتا دوست در یک قهوه‌خانه بنشینن چای بخورن و گپ بزنن بدون پیش‌اندیشی و بدون طرح. تنها طرحی که داشتیم این بود که شما از من خواستید که دو تا شعر آموزید که بکنم. من یک از این شعرها رو میکنم، گپ میزنیم، بعد شعر بعدی رو هم میکنم تا ببینیم که به کجا میرسیم. این شعری که میکنم اسمش هست مداح جهل بیت. خب اصلش هست مداح اهل بیت. بله. ولی اسم شعر من هست مداح جهل بیت.
و از تازه ترین کتاب شعرم هست با نام گزارش گمانشکن که در تابستان گذشته منتشر شد. مداح جهل بیت، مداح مردگان به تقصیر و زندگان به تزویر، به شمشیر در تکایا بر هویت شما سم میکوبد. مداحان قلدران ناقلندر قلتشن، پوکسران عربده کش، دلغکان سیاه پوش، قولهای گول در روان شما میچرخند و شما را به گرد گریه میچرخانند. خوشا به سعادتتان بیچاره امتی که گرفتار مذهب است. گریه کن خواهرم برادرم، شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازار. تو زائر کعبه و بیابان، من بوته خار مغیلان، تو اهل خرافه و قرآن، من در مکتب خردمندان. من سرزنش میکنم، تو میگویی در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. روزی اگر ندای نیایش بر برگ ها و جان ها، بر کردار گفتار و پندار شما سنفونی سروش می افشاند، اکنون خوشا به سعادتتان ای کلوخ های تیپا خورده، که مداحان جهل بیت نوحی کرب و بلا برایتان میخوانند. هی علا بکا، بشتاب به سوی گریه، بشتاب. ای امت آس و پاس، نبیره توس و کابوس، ببخشید تخم ترکی سعد ابن ابی وقاص، بشتاب به سوی گریه، بشتاب. بیچاره امتی که گرفتار مذهب است. ای نمادی نکیسا، ای خاک و گلت بر سر و چرکابت در روان، خوش به سعادتت که مداحانت به رقص جنون آوردن. عربده کش ها، این جانیان سیاه جامه، سرت را به سیاه سنگ میکوبند و نامت را به دیوار ننگ، طاعتت قبول دارنده ارژنگ. نبیره باربد، ببخشید، از تیره علی ابن عمر. بیابان به بیابان، شهر به شهر پیش آمدی، بیابان شهر به شهر، کوی به کوی، کوچه به کوچه پیش آمده، خانه به خانه در جان شما لم داده و یک به یک شما را بلعیده است. طاعتت قبول عروس هزار داماد، ای سین چاک کرب و بلا، زائر خاک و خلا، شمزار تو را شن کرده، خشن کرده، رنگ کرده، منگ و مشنگ کرده. بیچاره امتی که گرفتار مذهب است، خوشا به سعادتتان که خار شدید، بیمار شدید، تار و مار شدید، تا چنین رستگار شدیم. ای نوادگان سی مرغ زال پرور، ببخشید نوادگان تیرن ابابیل. مداحان و ممدوحان با شال شطرنجی سیاه و سفید، ایران شهر را قرق کرده، تهماندی مغزتان را مقموم، مسموم، موم، موم، موم کرده. بیچاره
امتی که گرفتار مذهب است. اگر نه اینکه شما از ایرانید و خود ایرانید، پس این مداحان جهل بیت در بیت شما چه میگویند، چه میمویند؟ شگفت ها شگفت که دلقک ها هم دم از تمدن دیرینه میزنند و در راه تمدن آینده روح خود را پیشکش قول های بیابانی کردند. مداحان جهل بیت در تکایا با عتبات، در تکایا یا عتبات خالیات، در رسانه ها با کت و کراوات، در خیابان ها با شربت و نزورات، در روزنامه ها با جفنگ، در زورنامه ها با تفنگ، شما را از دستگاه گوارش حکومت الله به چاهی فرو ریختن که فاضلاب جهان در آن می‌ریزد. جنت مکان شدید. آری به خود بگیرید ای نوادگان زال و زرتشت، ببخشید ای نوادگان حسین ابن محلب، به خود بگیرید. من هم به خود میگیرم و میگویم بیچاره ملتی که گرفتار امت است. سپاسگزارم. مرسی. بله من فقط نگران اینم که شما دستتون به من اشاره میکردید چیزی. نه ملتی که بسیار لذت بردیم. شعر بسیار قشنگی بود آقای مانی، تبریک میگم بهتون. خیلی با احساس بود، خیلی خوب بود. فکر که هر کس کوچکترین احساسی داشته باشه تو این شعر تحت تاثیرش، یعنی تحت تاثیر قرار میگیره. آقای ما در ایران دو جور مردم داریم، باید تعارف رو بذاریم کنار، هی برشینیم بگیم که مردم شریف ایران، مردم متدین ایران، مردم شجاع ایران. نه خیر، مردم یک دست نیستن، یک بخششون امت هند، همین دلواپسان و ید سفید ها و شکنجگر ها و بسیجی ها و پاسدار ها و تیپ های از این، یک تعدادشون هم ملت هند، شهروند هند، آگاهند، تحصیل کردند، به آینده به گونه دیگری نگاه میکنند، زندگی را به گونه دیگری ارزیابی میکنند. نزاعی که ما الان در درون جامعه داریم، تضادی که وجود داره، تضاد بین دو بخش از حکومت و روحانیت نیست، بین بیت رهبری و مجلس یا دولت نیست، تضاد بین اون ملت است با اون امت. اون تضاد تا حل نشود به طور نهایی، تکلیف آینده ایران روشن نمی شود. ملت ایران در اندک شماری که بودند در برابر امت در سال 57، امت منظورتون پاسدارا و بسیجی‌ها و آخوندها؟ بله، امتی که مقلد است، پیرو است، نادان است، ناآگاه است، عوام الناس است. بله، ملت در برابر این امت شکست خورد در سال 57. بله، و الان حکومت دست امت است، امت محمد، امت خامنه ای، امت علی. و حال که جامعه ایران در حال بیداری دوباره است و پیدا نیست که این بیداری چه موقع به نیروی تحرک اجتماعی تبدیل خواهد شد که دست بالا رو داشته باشه برای تغییر و پیروز بشود بر امت، نه اینکه سرکوب کند امت را، منظورم این نیست، به لحاظ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی امت رو قانع کند که یک حکومت بهتر و برتر که با جهان همشانگی کند این حکومت نیست، بلکه حکومت دیگری است، نوعی دیگری از حکومت. اونجاست که این تضاد دیرینه 1400 سالی که بین جامعه ایران اتفاق افتاده و جامعه رو دو شکل کرده، از همون آغاز فردوسی و خیام و حافظ، رازی و دیگران و دیگران در یک سو قرار داشتن و اون امت در یک سوی دیگه، این تضاد از اون موقع آغاز شده. جنبش های ایرانی جنبش های ملت ایران بود در برابر امت اسلامی و همشون شکست خوردن. فردوسی تنها بود، حافظ تنها بود، خیام تنها بود، اما امروز
ملتی که در درون جامعه ایران زندگی میکنه رشد کرده، رسانه داره، ابزار داره، روشن‌اندیش داره، نویسنده داره، خواننده داره و داره خودشو از درون تغییر میده، داره پوست میاندازه و داره از درون جامعه اسلامی رو تصرف میکنه که تبدیلش بکنه به یک جامعه مدرن. بله. و برنامه‌ای که هر یک از ما داریم باید در این راستا باشه که ملت رو در برابر اون امت تقویت کنیم. و من در سرتاسر شعر گفتم، خطابم به امت بود که خوش به سعادتتون که سعادتمند شدید از اون گونه که خود میپندارید، و همواره گفتم بیچاره، در پایان گفتم بیچاره ملتی که گرفتار امت است. بله. و به این خاطر اشاره کردم به شما، گفتم بیچاره ملتی که من و شما و امثال شما که گرفتار اون امت هست. بله. به ویژه در داخل ایران. به ویژه در داخل ایران. درسته. خب من داشتم یک جمله رو نصف کاره گذاشتم بایدتون. من گفتم که اونجا در بندر عباس من دیدم که کشتی ها 80 روز 90 روز 100 روز وای میستن میان، تازه نمیتونن بارشون بزنن، بعد میرن نصف بار دادن نصف بار این میریزن توی کفه ها میبرن اونجا میرن. بعد دیدم که رژیم شاه داره یک اسکله بارتر درست میکنه که 40 کشتی همزمان میتونه پرده بگیره. یعنی دقیقا این مشکلی که اینجا هست اصلا رفع میشه. بعد کنجکاو شدن دن در همه زمین ها واقعا رژیم شاه داره بنیادی کار میکنه. خب متاسفانه روزنامه ها رو آزاد کردن خیلی دیر، وقتی که فقط آخونده و اون گروه قصد جان شاه رو داشتن، اون گروهی که دشمن خونی بودن، اون گروهی که ببینید آخه ما یه مقدار همونطور که گفتید تقلید از توی ذاتمون تقلیده، یه مقدار توی کار سیاسی مون هم تقلیده. مثلا فرض کنیم که چه گوارا مثلا فلان کاری کرد، حالا یه ده میرن توی دهی مثلا توی سیاه کل میخوان مثلا اینا هم بچن چه گوارا مثلا بگیرن. آخه این زمین، این منطقه و این جا و این مکان و این افراد با اون زمان و با اون جایی که شما این کارا کردن اون هم کارا کردن فرق داره. یا مثلا میرن توی خیابون فرض کنیم که برن یک افسر رو که افسر راهنمایی بخوشن، خب اخه این چه لطفی داره، چه منطقی داره که متوافق من قهرمان شدم. یعنی به نظر من همونی که شما اشاره کردید که یعنی قبل از شعرتون اشاره کردید که گفتید دین شیعه یه دین تقلیدیه و ما مرجع تقلید داشتیم فلان، و این به ما یاد داد، یعنی به ما بدونی که خودمون بفهمیم ما رو اونجور کرده که اگر از مقلدمون تقلید نکنیم از یکی دیگه باید تقلید کنیم. یعنی تقلید تو ذاتمون ریشه دوونده. این وسط را خودمون نمیخوایم فکر کنیم که بابا این کاری که ما میکنیم درسته یا غلطه. اندیشیدن خیلی مهمه که در ملت ما همونطور شما گفتید امیدواریم که موز بگیره و توسعه پیدا کنه و اصطلاح قشنگی پوست اندازی کنه ملت و یک وارستی جدیدی رو پیدا کنه. بله جناب بینو، شما میدونید تجربه تاریخی در همه ملت ها نشون داده که شما از لحظه که یک بذر رو میپاشید تا لحظه که درو میکنید و محصول به دست میارید یک پروسه طولانی است. حالا مثلا برای گندم ممکنه 6 ماه یک سال باشه، ولی شما وقتی میخواید بذر آگاهی در میان یک ملت بپاشید و ثمرش رو ببینید، این یک قضیه یک سال و دو سال و ده سال نیست. شاید بعضی وقتا به ویژه برای مردمانی که مقاومت میکنن در برابر نواندیشی و از هر گونه نواندیشی اصلا میترسن، شاید چندین صد سال طول بکشه. همین جامعه اروپا که در قرن 17 جنبش ها داشتن آرام آرام سربر می آوردن، در قرن 18 جنبش روشنگری و رنسانس اتفاق افتاد، تا همین یکی دو سال پیش هم در برخی از قسمت ها یه اجتماع با وجودی که جامعه فوق‌العاده پیشرفته هستن، یک سری محدودیت های اجتماعی بود که بدنی جامعه آمادگی پذیرشش رو نداشت، مثل مسئله سخت جنین یا ازدواج همجنس ها، مرد ها با هم یا زن ها با هم و خیلی چیزای دیگه. و بعد از 200 سال که از جنبش روشنگری و رنسانس
اروپا گذشته، اینها در همین 3-4 ماه و 2-3 سال اخیر یواش یواش دارن در این کشور جا میفتن. هنوز هم معضلاتی هست که دولت ها میخوان تغییر بدن، از مردم میترسن و از پاپ میترسن. خود پاپ هم میبینیم که هر 2-3 سال یک بار میاد یک قیدی رو بر میداره، خودش رو هماهنگ میکنه با جامعه. حالا ببینید در یک جامعه مانند ایران، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل یمن، که البته مردم ایران فرق یه مقداری برها فرق میکنن، روشنترن، در یک افغانستان باسوادترن، اینها ببینید چقدر طول میکشه تا این بذری که امثال شما در اینجا میکارید به ثمر بنشینه. من بر فکر میکنم که این ثمرش آرام آرام تدریجیه، مثل برداشت محصول به طور فصلی. فرض کنید شما انگور رو هنوز قوره است میچینید، باش آب قوره درست میکنید، در یه مرحله بعدش شیرین میخورید، در مرحله بعد خیلی میرسه باش شراب درست میکنید، در حالی که یک بذری رو یه کاشتن تا این ثمر رو بده. در زمینه مسائل اجتماعی هم همینقدر طول میکشه. ما الان شاید هنوز اون ملت و اون بیداریش در به محله شیرینی نرسیده، هنوز محله قورگی داره، برای اینکه زمان میداره تا این به فرهنگ تبدیل بشه. من به لحاظ تئوری میپذیرم که زن و مرد برابرن، اما به عنوان یک مردی که با فرهنگ جامعه ایران بزرگ شده، وقتی که پای واقعیت پیش میاد ممکنه که امتیاز مساوی برای خانمان قائل نباشه. بنابراین اول جامعه باید به لحاظ تئوری موضوع رو بپذیره، حلاجی کنه و خودش مدافعش میشه، و بعد تغییرات عادتی و فرهنگی باید دنبالش میاد. این پروسه خیلی واقعا پیچیده است که شما از هر زبان که بشنوید، از هر رسانه که بشنوید، صدها بار که بشنوید بازم کمه، برای اینکه شما نمیتونید یک بار اون مزرعه گندم رو آب بدید بگید کافی. نه، این به تدریج باید آب داده بشه، باید نگهداری بشه، باید علفای هرزش چیده بشه و بعد برسه به مرحله درو و محصول. این هست که ما باید خیلی شکیبا باشیم، خیلی صبور باشیم، خیلی زحمت بکشیم و اصلا انتظار معجزه نداشته باشیم. که اول من شما رو نمیگم، به طور کلی جامعه پیشگام و روشنندیش و پیشرو ایران که تازه ابزارشون واقعا ابتدایی است، کم سرمایه ندارن، متمرکز نیستن، همدل نیستن، تا این آرام آرام ثمر بده. من هر جا که ثمر معین نمیبینم، نه تنها ناامید نمیشم، بلکه میگم خب این تلاش من و امثال من کم بوده که ثمر نداده. ما باید بیشتر تلاش بکنیم و عده بیشتری باید تلاش کنیم. من فکر میکنم که به این صحبت تو مذارم خب نمیتونن دیگرانی بشینن بگن مثلا آقای مانی داره تلاش میکنه، شما باید تلاش کنید. آخه تلاش عده معدود کم نتیجه میشه. شما چند نفر آخون دارن از اون خرافات دفاع میکنن، چند تا رادیو تلویزیون از اون دفاع میکنن، و در این طرف چند تا رادیو تلویزیون از روشنگری دفاع میکنن. باید مردم احساس مسئولیت کنن، بیان جبهه آقای مانی و اونا هم کمک کنن، بیان جبهه آقای امیدوار و اونا هم کمک کنن. من بایزی شما باید تا نیم ساعت دیگه از خدمت رو مرخص میکنم. شما یه شعر دیگه هم آورده داده بودیم. بله، یه شعر، این شعر یه موقع طولانیه ولی به نیم ساعت نمیکشیم. و این در همون راستای سخنان ما است. من به همین جهت الان این رو آماده کردم که بخونم. به نام آنچه روی پل سرات گذشت. این شعر طنزآمیزه، بعد از حمله مسلمان ها 2 سال پیش به دفتر شارلی هبدو، مجله طنزآمیز فرانسوی، این شعر من نوشتم و پیشکش کردم به روشنندیشان شارلی هبدو. چه مرده چه زنده. بله، در طرفشان کشته شدن، همچون شما بودن، همچون من بودن. بله، در سر کار فرهنگی میکردم. به هر روی پیشا پیش از دوستان خواهش بکنم که شکیبا باشید، با هم این شعر رو بشنید. بعض جاش تند تیز، بعض جاش طنزآمیز، اما مسئولیتش با منه. من مسئولیت آنچه را که میگویم جلو دوربین و با صدای خودم میپذیرم. این شعر هم از کتاب گزارش گمان شکن است که خدمت شما گفتم، تابستان گذشته در همین آمریکای شما
منتشر شد و آقای سرهنگ هوشنگ وزیر هم در انتشار این کتاب من رو بسیار بیاری کردن و همچنین آقای سیاوش لشکری که بارها قرارتای تاکی من رو که از دیر دست خودم و چشم خودم رد میشد پیدا میکرد و به این تذکر میدادن و تصمیم کرد آنچه روی پل سراب شدشت شنیدی که میگه پل سراب از اینی باریتر و از شمشیر تیزتر است و همه ما مسلمان زادگان چه بخواهیم چه نخواهیم برای رفتن به آن سو و آن بهشت اعلایی که حوریان سخت کشیدن منتظر ما هستن باید از روی این نور باری که تیزتر شمشیر بگذاریم و قبلش آقای اسرافیل نامی یک شیپور داره سوری میدمد و ما از خواهد برمیخیزیم و حرکت میکنیم صدای سور اسرافیل در خاور میانه پیچید در باخت سر میانه هم کجا که نپیچید چه خوش مینوازد حضرت اسرافیل برخواستم با سپاه مؤمنان و کافران به راه افتادم چون زائران کعبه به جانب الله می رفتیم اما نه با احرام برهنه می رفتیم برای نخستین بار پیکر برهنه فایشه را آنجا دیدم چه زیباست روز رستاخی چه زیباست کارنوال لختی ها دسته های مراجع لشکر جهادیون هیئت مردشویان بازجوهای کنبرهنه می رفتیم و آنان می خواندن انا لله و انا علیه راجعون